سلام دوستان، در خدمت شما هستم با درس پنجم از حفظ لغات انگلیسی بدون فراموشی. امیدوارم که 4 درس قبل رو خوب خونده باشید و مشاهده کرده باشید و از نکات گفته شده استفاده کنید. اما دوستان، در این قسمت میخوام در رابطه با تشخیص ریشه ها در یک کلمه صحبت کنم. یعنی یه سری ریشه ها وجود داره که معنای مشخص دارن و اینها در خیلی از کلمات دیده میشه و اگر مفهوم این ریشه ها رو بدونیم خیلی راحت میتونیم کلمات رو حفظ کنیم. دقت کنید دوستان، کلمه اول anniversary به چه معنی است دوستان؟ ان در هر کلمه که دیده میشه دوستان مفهوم سال داره. اصلا ان یک کلمه لاتین هست در واقع به معنی سال دوستان. ورس هم به معنی بازگشت هست. سال بازگشت یعنی چی؟ سالی که برمیگرده ها، یا همون سالگرد. پس ببینید دو تا کلمه بسیار مشخص که در خیلی از کلمات هم دیده میشه، ان به معنی سال و ورس به معنی بازگشت که میشه سالگرد در واقع دوستان. پس انیورسری میشه سالگرد. اما دوستان دقت کنید، پسوند ساید مفهوم کشتن داره. مثلا در کلمه پستیساید، پست یعنی آفت و پستیساید یعنی آفت کش، یا انسکتیساید، انسکت حشره هست، انسکتیساید حشره کش. پس دوستان تکرار میکنم، ان به معنی سال، ورس بازگشت و ساید به معنی کشتن، در واقع ریشه های بسیار مهم لاتین هستن که توی کلمات مختلف دیده میشن و دونستن اونها باعث میشه که ما بتونیم این کلمات رو خیلی خیلی سریع و راحت یاد بگیریم دوستان. یعنی یه جزء از این کلمه رو بدونیم، حفظ اون کلمه برای ما خیلی خیلی قابل درکتر و سریعتر میشه. یادتون نره دوستان عزیز، حتما برای ما کامنت بذارید و نظرات خوب و سازندتون رو برای با ما به اشتراک بذارید. از همه شما دوستای گلم دعوت میکنم که به کانال تلگرام من وارد بشید.